سلام علیکم دوستای عزیز، یک بار دیگه به چنل ما خوش آمدین. امیدوارستم جور صحت باشین. از امروز باز یک ویدیوی متفاوت و یک آشپزی متفاوت در خدمتتان قرار داریم. امیدوارستم تا آخر ویدیو ما را همراهی کنین و اگر تان چنل ما سبسکرایب نکردین، خواهش میکنم چنل ما سبسکرایب کنین، نظریاتتان همچنان با ما شریک بسازین. دوستا، امروز خواستم از گوشت سینه مرغ یک غذای متفاوت را با سبزیجات آماده کنم. میریم طرف آماده کردنش. در ابتدا به مقدار ضرورت روغن داخل یک ظرف میریزم. یک کیلوگرم گوشت سینه مرغ که ما قبلا به اندازه خرد خرد توته کردیم بالای روغن میریزم و به مدت چند دقیقه سرخ میکنم تا آبشم خشک شوه و بویی که گوشت مرغ می داشته باشه، یک بوی مخصوص و هم در جریان سرخ شدن از بین بره. به مدت 5 الی 6 دقیقه به می شکل گوشت سرخ می کنیم. ببینید تقریبا آبش در خشک شدن است. تا آبش خشک میشه به می شکل ادامه می دیم، مکس میکنیم و توسط ملاقه گرگیر شور میتیم تا نسوزه و هر دو طرف و تمام قسمت های گوشت خوب سرخ شود. آبش کاملا خشک شد. یک عدد مرچ دلمه سبز و یک عدد مرچ دلمه سرخ هم که قبلا ریزه ریزه خورد کرده بودم بالایش اضافه میکنیم، مکس میکنیم و ایرم میگذارم به مدت 2-3 دقیقه تا همراه با گوشت کمی سرخ شوه. بعد 3 الی 4 حبه سیره کرنده کردیم بالایش اضافه میکنم به خاطر ذائقه و هم به خاطر از بین بردن بوی گوشت مرغ. خوب است. 2 دانه مرچ تازه را اگر زیاد تون خوش نداشتین میتونین یک دان استفاده کنین. بازم همه مواد خوب مخلوط میکنین به شکل. غذایی که امروز از گوشت سینه مرغ آماده میسازم دوستای عزیز کاملا متفاوت. اگر ویدیو رو تا آخر ببینین مطمئن هستم این غذا خوشتان میایه و اگر در خانه آماده کردین اصلا پشیمان نمیشین. مطمئن هستم بار بار از این غذا آماده میکنین. غذای صحی متفاوت که کاملا از سبزیجات استفاده میشه. حالا یک عدد رومی بانجان که قبلا توته کردیم بالاش اضافه میکنم. رومم خوب مخلوط کرده بعدن میگذاریم به مدت چند دقیقه تا رومی بانجانم آب خود خشک کنه و حل شوه و یک لو آب خوشمزه به دست بیایه. قبل از اینکه بگذاریم به مدت چند دقیقه مسالجات مورد نظر بالاش اضافه میکنیم. مسالجات دلخواه، هر مسالی که خوش داشتین میتونین استفاده کنین. یک قاشق نمک در ابتدا بالاش میریزم، بعدا یک قاشق مرچ سیاه و نیم قاشق زردچوبه. اگر شما طعم تخم گشنیز خوش داشتین دوست داشتین میتونین از اون استفاده کنین. من در این غذا دوست نداشتم از اون خاطر استفاده نکردم و یک قاشق مرچ سبز خانگی که خودم در خانه آماده میسازم بالاش اضافه کردیم. مخلوط میسازم همه مواد مجددا. بعدن سر دیگه میبندم و مدت 4 الی 5 دقیقه میگذارم تا رومی کاملا آب خود خشک کنه و کاملا حل شوه. البته حرارتم نه زیاد می سازیم نه کم، به شکل متوسط تا در جریان سرخ شدن مواد بیخ نگیره و نسوزه. سر دیگه می بندیم ول می گذاریم به مدت 5 دقیقه الی 6 دقیقه. ببینین دوستای عزیز بعد از 5-6 دقیقه کاملا آب دیگه ما خشک شده، مواد دیگه کاملا آماده شده، لعاب هم کاملا یک لعاب خوشمزه به دست آمده.
به خاطر خوش رنگ شدنش ما دو قاشق رو به داخل نیم گلاس آب حل کردیم، بالش اضافه میکنم و میگذارم به مدت 3 الی 4 دقیقه تا لوابم خشک شوه آبش و تقریبا دیگه دی بخش کار ما خلاصی است. فقط یک قسمت آخر کار ما که مربوط به سبزیجات مورد نظر میشه، زرده، کچالو و مطر از قبل آماده شده رو ما گرفتیم، بالاش اضافه میکنم. کنسر بشه سلبت و دوستای عزیز بالاش اضافه میکنم، مخلوط میسازم. اگر شما خواستین میتونین یک عدد کچالو، زردک و مطر از قبل جوش بتین، بعدا بالاش اضافه کنین. در خانه خودتان آماده بسازین، راحت بالاش اضافه کنین. من از کنسر و تیارش استفاده کردم، بالاش اضافه کردم، مخلوط میسازیم به می شکل. دیگه دیگه ما کاملا آماده شده، این بخش دیگه دمیج تکمیل میشه، ایره کنار میذاریم، میریم طرف پارت دوم. دیگه میخوایم یک ساس خوشمزه بشه آماده بسازم. داخل یک تخم پزی خورد مقدار یک قاشق روغن اضافه کردم و به اندازه 2 قاشق آرد سفید بالایش اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم، شور میتم به مدت 1-2 دقیقه تا کم سرخ شوه. به این شکل خواستین ساس زیادتر آماده کنین میتونین آرد بیشتر اضافه کنین. من به می اندازه ساس ضرورت داشتم، به خاطر 2 قاشق آرد اضافه کردم و 2 قاشقم شیر بالاش اضافه میکنیم، مخلوط میسازیم به شکل. و بعدن با آب گرم ضرورت داریم، تقریبا 1 گلاس آب گرم گرفته، کم کم بالاش اضافه میکنیم، به می شکل مخلوط میسازیم، شور میتیم تا کلوله کلوله باقی نبانه و کاملا حل شوه. 1 قاشقم نمک و 1 قاشقم مرچ سیاه به خاطر ذائقه بالاش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میسازیم. دوست عزیز، در اول وقتی که شیر و آب بالای آرد اضافه میکنین کمی کلوله میشه، خیر اوار خطا نشین. وقتی که لاب به جوش آمد ساس و دمو جیجان باید شور بتیم و حالتش از بین میره و به این شکل یک ساس خوشمزه به دست میاره. غلظت شم به می اندازه کفایت میکنم. حالا میرین طرف قسمت آخر کار ما. به این شکل من یک ظرف گلی را گرفتم، گوشت سینه مرغ با سبزیجات که قبلا آماده کرده بودیم داخل ظرف میریزیم. تمام مواد داخل ظرف اضافه میکنم. اگر شما به این شکل ظرف در خانه نداشتین، در دسترستان نبود، میتونین از قالبای مخصوص که در داشت استفاده میشه از اون میتونین استفاده کنین. البته باید ظرف ناسوز باشه، تنه که در داخل داش بشکنه و از بین بره. ساسی که آمده کرده بودیم بالایش اضافه میکنم. با این ساس واقعا دوستای عزیز طعم غذای ما تغییر میکنه، یک غذای واقعا خوشمزه و لذیذ به وجود میآید. حتما شما آماده کنین، بعدا ببینین که ما چقدر راست گفتیم و یک واقعیت برتان گفتیم. دوستای عزیز که از این ساس میتونین به خاطر مکرونی مزی ساس استفاده کنین و به خاطر همین قسم غذا هم واقعا غذا را خوشمزه میسازه. مقدارم پنیر پیزا یا پنیر موزاریلا هم که رنده کرده بودم رویش به این شکل اضافه میکنم. بعدا داشت که ما قبلا روشن کردیم به درجه 180 به مدت 15 دقیقه داخل داشت میگذاریم تا کاملا دیگ آماده شوه. به به دوستای عزیز، ببینین بعد از 15 دقیقه من دیگه از داش بیرون کردم. واقعا چی یک رنگ و چی یک بوی از دیگ بیرون میشه، واقعا رنگش بسیار خوش رنگ و بویش هم بسیار عالی. امیدوار هستم از آشپزی امروز ما، از ویدیو امروزی لذت برده باشین. من مقدارش از دیگ ده
قاب بیرون میکنم، ببینین چقدر خوش رنگ است، به می قسم خوشدای قم است. من به اندازه یک ملاقه از دیگ در قاب میکشم، ببینین ساسش چقدر خوش رنگ خوشمزه از دوست عزیز. واقعا یک غذای متفاوت و عالی. امیدوار استم از آشپزی ما خوشتان آمده باشه. نظریاتتان با ما شریک بسازین و با امید همکاری های بیشتر تانستیم. تشکر از اینکه تا آخرین دم با ما همراه بودین. با امید خوشبختی و سرفرازی دارم.